بسم الله الرحمن الرحیم. الهی جز درت در کی شناسم، به جز جام تو ساغر کی شناسم. به اسماء و صفاتت جمله سوگند، به جز روی تو دلبر کی شناسم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید از جلسه پیش، وارد ساحت اندیشه نورانی حکیم سهروردی شدیم و از محضر حافظ موقتا رخصت طلبیدیم برای اینکه خدمت همه بزرگان برسیم. بسیاری از عزیزان اصرار داشتن که ما همچنان در محضر حافظ باشیم. البته این بزرگان هم کمی از حافظ ندارن، اینها گلهای پرتراوت گلستان توحیدن که بوییدن هر یک از آنها جای خاص خودش رو داره و یقینا بعد از پایان برنامه ما پیرامون حکیم سهروردی و با استفاده از بیانات حکیمانه حضرت استاد، مخصوصا واکاوی لایه‌های پنهان اندیشه این بزرگوار، متوجه خواهید شد که واقعا گلی است که در جایگاه خودش تراوت خاص خودش رو داره. خب این توضیح مختصر لازم بود حضرت استاد که من عرض بکنم. بحث ما پیرامون حکمت بود که فرمودید حکمت اشراقی در واقع اون دریافت باطنی است که با نورانیت قرآنی و الهی همراه است، که واقعا تعبیر بسیار زیبایی بود. بعد خود سهروردی هم خواستگاه اصلی این حکمت را آسمان غیب می داند و کسانی که قلبی پاک دارند، عقلی پاک دارند، می تونن به فراخور طهارت و استعداد خودشون بهره‌مند بشن. این بزرگوار فرمود که بله، حکمت در یونان هم هست، اما حکیمی مثل افلاطون اونم در سایه طهارت به این فیض نائل آمده است و همچنین بعد از اون میاد به حکمت ایرانی می پردازه. نکته‌ای که برام حضرت استاد خیلی جالب بود، شیخ اشراق اصرار داره که حکمای فارس همه موحد بودن، چون اگر موحد نبودن از حکمت با تعریفی که کرد برمن نمی شدن، خداوند با آدم مشرک معرفت نمی ده. میاد اینها رو مجزا میکنه از کفر مجوسی و الحاد مانی. خیلی برام جالب بود، چند جا همین نکته رو تاکید میکنه که اینها منزه از شرک بالله هستن و موحد واقعی هستند و همین دلیل میتونن از حکمت بهره‌مند باشن که بودن. این خواستگاه دومشه حضرت استاد، حکمت ایرانی رو یه توضیح بفرمایید. بله، همطور که اشاره فرمودید و سهروردی هم رو این نکته تاکید میگذارد، معتقد است که حکمای ایرانی موحد بودن. اسم چند تنشون هم میبره، البته خب اسم همشون رو نمیبره. بوزرجمهر بو، بله عرض کنم، جاماسوف، بله بله، و حتی خود زردوشت هم، خود زردوشت رو که بله موحد میبینه ایشون. منتاش این انکار نداره که یه فرقه های انحرافی هم بوده به نام همون مجوس. مجوس یه فرقه انحرافی بودند از مکتب توحید ایرانی، یا مانی مثلا، مانی رو خیلی اعتقادی نداره، ملحد میدونه و فرقه مجوس رو، ولی معتقد است که اصل توحید اونجا بود، اونا موحد بودند، حکمای ایرانی موحد بودند، توحید داشتند و این حکمت هم طور که عرض کردن پنهان مونده و آثار از بین رفته. آثار ایرانی رو به دلیل اون حملاتی که عرض کردم شده پی در پی از بین رفته و ایشون خودشو احیا کننده این حکمت میدونه. منتش اینو بعد در پرتو نور اسلام تفسیر میکنه. احسن. خب اولین مسئلهش مسئله نوره. ببین، نور اولین بار در ایران مطرح شده، یعنی در هند و در چین و حتی در یونان مسئله نور مطرح نشده. حتی مسئله وجود، وجود شناسی جنبه بیشتر یونانی داره، فلسفیه. خب وجود شناسی بحث عقلانی فلسفیه، ولی مسئله وجود رو
در بین حکمای یونانی ما بینیم مطرح شد، مثلا پارمنیدس. پارمنیدس رسما از وجود صحبت میکنه، هستی. در ایران از مسئله نور صحبت شده به جای وجود. حالا اینم خودش بحث خیلی عجیب و غریبیه که نور اصله یا وجود اصله. اختلاف ملا صدرا با سهروردی هم در همینه. صدرا متعلق چون اصالت وجودی هست، در تعلیقی که بر حکمت الاشراق داره با سهروردی یک کرنجالی داره، مجادله ای داره. میگه که شما میگین نور، ما میگیم وجود. این نزاع شاید لفظی باشه. میگه لفظی بود. میگه لفظیه. ولی شاید اگر سهروردی بود خیلی لفظی نمیدونست نزاع رو. حالا سهروردی شهید شده بود دیگه اون موقع. ببین شاید از زبان سهروردی بشه از ملا صدرا پرسید که شما وقتی میگه نزاع لفظیه، خود ملا صدرا وجود رو میگه تعریف نداره، تعریف منطقی نداره. ما وجود رو نمیتونیم تعریف کنیم. تعریف به حد و رسم، تعریف به حد یعنی به جنس و فصل نمیتونیم تعریف کنیم. چرا وجود نمیشه تعریف کرد؟ برای اینکه ابده بدیهیاته، چون از وجود چیز آشکارتر نیست و ما مفهومی که روشنتر از مفهوم وجود باشه نداریم که در تعریف وجود به کار ببریم. ابده بدیهیات قابل تعریف نیست، این اولا. و ثانیا چون وجود اصل هستی بسیطه، از جنس و فصل ترکیب نمیشه و اصلا هستی ماهیت نداره که ما بخوایم تعریف کنیم. تعریف همیشه ماهیت، تعریف به ماهیت، یعنی به جنس و فصل، و جنس و فصل ماهیت هر چیه. بنابراین قابل تعریف نیست. معزاله که قابل تعریف نمیدونه، یک رسمی که به جای تعریف نشسته به عنوان رسم یه چیزی میگه. میگه وجود رو اگه خواسته باشیم توضیحی بدیم دربارش که حد منطقی نیست اما یک تعریف لفظی هست، بهتر از بگوییم که از ظاهر و به ذات المظهر للغیر. این تعریف رو خود ملا صدرا کرده که وجود چیزیست که به ذات ظاهره. به ذات ظاهره یعنی خودش ظاهره، هیچی ظاهرش نمیکن. حالا خودش که ظاهره، غیر رو هم ظاهر میکنه. خب شما ممکنه بپرسید که غیر وجود چیه؟ ما غیر وجود چیزی نداریم. وجود وجوده، غیر وجود ما نداریم. عدم هم که ظاهر نیست هیچ وقت. منظور از غیر وجود ماهیات. میگه وجود به ذات ظاهره و ماهیات روشن، شجر، حجر، مدر، دریا، صحرا و امثال ذلک در پرتو وجود ظاهر میشن. این تعریفی است که بلو صدر کرده که از ظاهر و به ذات المظهر للغیر، یعنی به ذات ظاهره و دیگر چیزها در پرتو هستی ظاهر میشوند. خب سهروردی میتونه از بلو صدر بپرسه که این تعریف مال نوره یا مال وجوده؟ این خصلت ظاهر به ذات و مظهر للغیر ما وجود یا ما نور؟ مال نوره. واقعا مال نوره. نور اگه بخوایم نور ما تعریف کنیم چی تعریف بکنیم؟ نه تعریف فیزیکی که با فوتون تعریف کنیم. نور همین نوری که روشناییه. نور به ذات روشناییه. ببینم روشنایی رو چیزی به نور میده؟ نور روشناییش از کجا میگیره؟ به ذات. به ذات. اما چون به ذات روشنه، منور للغیر، چیزها رو روشن میکنه. اگر نور نبود ما چیزها رو میدیدیم؟ آخه اگر نور نبود ما هیچی نمیدیدیم. پس هر اون چه ببینیم و هر اون چه برای ما ظاهر شود در پرتو نوره. اما خود نور به چی ظاهره؟ به ذاتش. به ذات خود ظاهر. از ظاهر به ذات هر منصر للغیر. سهروردی میگه این تعریف که شما برای وجود میکنید، این تعریف مال نوره. در واقع این نور است که به ذات ظاهره و مظهر غیره. و البته ما خود نور رو همیشه در مظهر میبینیم. ببینم اگر نور مظهر نداشت شما میدیدی؟ آخه اگه یه شیء نورانی نبود و نور در خلاء دیده میشد؟ آخه نور همیشه در شیء دیده میشه، همونطور که وجود در موجود ظاهر میشه. بله. خیلی به هم نزدیکن. حالا ما وارد این بحث نمیشیم که آیا این بحث وجود و نور لفظی یا لفظی نیست، بحث مهمه. اما سهروردی از نور صحبت میکنه. در واقع باید بگیم اصالت نوریه. اگر ملا صدرا قائل به اصالت وجوده، سهروردی قائل به اصالت نوره. اما منظور سهروردی از نور تنها این نور حسی نیست. نکته اینجاست، این نکته مهمه که قد دقت بفرمایید. ما وقتی الان از کلمه نور صحبت کنیم، غالب مردم، ذهن عادی مردم، هر آدم نور حسی متوجه نور حسی میشه. یعنی همین نور چراغ برق، نور شمع، نور چراغ، نور خورشید،
خب اینا نور هست، البته که نوره اینا، ولی نور حسیه. نور حسی یعنی چی؟ یعنی با این چشم ظاهری ما اینا رو میبینیم و در پرتو نور خورشید و نور چراغ و نور برق اشیا رو میبینیم با چشممون. اما اگر ما تعریف نور رو به ظاهر به ذات بکنیم و مظهر الغیر، عقل نور نیست؟ چرا؟ عقل نمیفهمه؟ چرا؟ فهمیدن یعنی چی؟ نورانیت. یعنی ظاهر شدن؟ تعقل کردن یعنی ظاهری؟ ما چیزی که ادراک میکنیم یعنی ظاهر میشه برامون، نه؟ معنی ظهور نی؟ بله ظهورش. اصلا ادراک یعنی ظهور. ادراک کردن، فهمیدن، حالا بگیم وقتی یه شخص میگه من فهمیدم یعنی چی؟ یعنی حقیقتی ظهور کرده، یعنی فلان مطلب برای من روشن شد. توجه فرمون؟ اصلا فهم نوره، ادراک نوره، و نور بالاتر از همه عقله. و نور بالاتر از عقل هم نور الانواره. نور الانواره و خدا نور الانواره. حالا عجیب اینه، نکته اینجاست که سهروردی از وجود صحبت نمی کنه اصلا، بلکه وجود رو امر اعتباری می دونه. میگه وجود یه مفهومه، میگه شما موجودات می بینید، مفهوم وجود رسما اعتباری می دونه و یه قاعده جعل کرده من که من در کتاب قواعد کلی فلسفه این قاعده رو آوردم. میگه هر چیزی که از تحققش تکرار لازم بیاد این اعتباریه. یعنی چه تحققش تکرار لازم بیاد؟ یعنی شما بگی از یه وجود موجوده، اگه وجود موجود یعنی چیزی که وجود دارد، خب خود وجود موجوده یعنی وجود دارد، دوباره نقل کلام میکنیم که اون وجود دارد، اون موجوده یا نه موجود. اگر اونم موجود باشه باید وجود داشته باشه و تکرار لازم بیاد، تسلسل. میگه هم چیز اعتباریه، بنابراین وجود اعتباری میدانه. اما حالا که وجود اعتباری میدونه چی جاش میذاره؟ نور رو. بعضی هم میگن اساطه ماهیتیه. حالا بعضی ظاهر عباراتش هم این هست که اساطه ما، ولی نه، نور رو جاش میذاره. میگه نور اصله، نور به ذات ظاهره، نور به چیز دیگری ظاهر نیست، خود نور به خودش ظاهره، ولی چیزها دیگه در پرتو نور ظاهرن. و نور هم نور حسی تنها نیست، نور عقلی هم نوره، نوره حتی نور خیالی، نور خیال، نور و هر ادراکی نوره. و همطور که فرمون تا برسه به نور و الانوار. و خداوند چیه؟ خب مولا صدرا میگه وجوده، موجوده، نورون الانوار. سهروردی میگه نور و الانواره. خب حالا ببینیم که بیان مولا صدرا به قرآن نزدیکتره یا بیان سهروردی. در قرآن کلمه وجود نیست، احسن. نه تنها در قرآنی، در هیچ روایت کلمه وجود نیست. احسن. قرآن درباره خداوند چی می‌فرمه؟ خود خداوند درباره خودش چی فرموده در قرآن؟ فرموده الله نور السماوات والارض. الله نور السماوات والارض. مثل نوره کمشکا تا آخر آیه. خدا نگفته الله واجب الوجود. اصلا کلمه واجب الوجود در قرآن نیست. مولا صدرا واجب الوجود می‌دونه، درست هم هست، غلط نیست، ها واجب الوجود هم هست. اما خود خدا چی فرموده؟ اگه به کلام خود خدا گوش بدیم، خدا نفرموده من واجب الوجودم، خدا فرموده من نورم، الله نور السماوات، یعنی به ذات ظاهرم. خب خود همین اگه شما دقت کنین آقای دادی‌جان، این خیلی کلام مهمیه. خدا به ذات ظاهره یعنی چی؟ آقا همین ما لفظشو میگیم، خدا به ذات ظاهره، چون نور به ذات ظاهره و هر چیزی در پرتو نور ظاهره. اگه خدا نوره یعنی چی؟ یعنی چیزهای دیگه خدا رو بر ما ظاهر میکنن یا خدا چیزهای دیگه رو ظاهر میکنه؟ به من جواب بده. خدا اونا رو ظاهر میکنه. در حالی که ما میخوایم از چیزهای دیگه به خدا برسیم. آره؟ در نورانیت اونا هم خدا رو میبینیم. آره. ما میخوایم از موجودات که استدلال انی دیگه، که چون این موجوده حالا پس یه واجبی هست، اصلا هم استدلال که متکلمین کردن. میخوایم از مخلوق به خالق پی ببریم، از موجود ممکن به موجود واجب پی. اینا رو خب اینا هم راه بدی نیست، اما این راه قوی تره. ببینم موجودات نور رو ظاهر میکنه یا نور موجودات رو ظاهر میکنه؟ نور موجودات رو ظاهر میکنه و خداوند نوره، ظهور اون هم نور. پس اگر نور حق نبود ما هیچ موجودی رو نمیفهمیدیم. ما فکر کنیم خودمون اول موجودات رو میفهمیم، حالا بعد در پرتو فهم اینها خدا رو میخوام، خدا رو میفهمیم. علی از خودمون این پرس که میفهمیم یعنی چی؟ ما خودمون چی هستیم؟ نکته هم اینجاست، نکته همینه، خود ما، فهم ما نور از حقه. بیان مولوی هم خیلی توجه کرده بله. به این نکته بگه نور، نور چشم از نور دل هست، نور چشم از نور دلها حاصل هست، نور 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 دل نور خدا، نور 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 دل نور خدا.
کوز نور عقل و حس پاک و جدا. یعنی نور الانوار. نور چقدر زیباست. یعنی همه روشنایی هایی که در عالم هست این روشنایی حسی، چشمی، روشنایی فهمی، حتی با گوش هم که میشنوی یه چیز برای روشن میشه، با خیال، با وهم، با فهم، با عقل، با مافوق عقل، با شهود، هر اون چه به ادراک در آید روشن شدنه و همه اینا در پرتو نور حقه و حق تعالی به ذات ظاهره. احسان. حق تعالی چی؟ هیچ چی نمیتونه حق را ظاهر کنه. پس اون خودش چجور ظاهر میشه؟ به ذات ظاهره. به ذات ظاهره. ما نابینا هستیم. اگر چشم بینایی باشد حق به ذات ظاهره. اگر کسی حق رو به ذات ظاهر نبیند این نقص از حق تعالی، حق تعالی است. از چشممون، چشم بیننده است، از چشم بیننده است، از فهم بیننده است. حق تعالی به ذات ظاهره. وقتی هم حرف عارفه، یه عارف بزرگی که این تو حرف سهروردی، اصل فلسفه سهروردی اینه. اما یه عارفی میگه من تعجب میکنم از این مردم دنیا، مردم دنیا فکر میکنن که عالم ظاهره و خدا پنهانه، حالا باید از این ظاهر عالم بریم به خدای پنهان برسیم. میگه من از این مردم تعجب میکنم، خدا به ذات ظاهره، عالم پنهانه، شما ببینید عالم رو پنهان پیدا کنید. اونی که به ذات ظاهره، به ذات، کلمه به ذات مهمه، خداوند ظاهره. اگر ما ظهور حق تعالی رو نمیفهمیم عیبی در فهم ماست، عیبی در چشم ماست، رمدی در چشم ماست، اشکالی در فهم ماست. حالا ببین من دوباره از خود کلام خدا شاهد بگیرم. خوب توجه. ما زور میزنیم اثبات واجب کنیم در کتب کلامی. خیلی هم باید به غبغب میاندازیم که ما چند تا برهان برای اثبات واجب الوجود اقامه کردیم. حالا می خداوند چی میفرماد؟ در یه جمله کوتاه. افالله شک کن فاطر السماوات والارض. یعنی شما اصلا میشه در خدا شک کرد؟ اگر کسی بداند که حق تعالی به ذات نوره، اصلا میشه شک کرد درش؟ به ذات ظاهره، جای شک هست؟ این یه نوع تعلیم دیگه است، این یه نوع معرفت دیگه است. این همونه که حالا ابن سینا شو برهان صدیقین یا شبه لم گذاشته. به مناسبت شبه لم، یعنی لم هم نیست، شبه لم. حالا من در یه فرصتی که خواهم گفت که چرا این شبه لم میگن و لم نمیگن، چون این برهان نه از معلول به علت پی بردنه، نه از علت به معلول، هر دوش نمیشه، هم از معلول نمیشه به علت پی برد در اینجا، هم از علت نمیشه. شبه لم صدیقین یعنی با نور حق باید حق را دید. به که عرفتوت، به که عرفتوت و انت دللتنی. خب این مسئله ایست که اساس فلسفه سهروردی. سهروردی میگه ایرانیان باستان، حکمای ایرانی، نه مجوسیان، نه مانویان که اینا منحرف بودن، اینا اولین بار مسئله نور رو مطرح کردن. و یک حرفی یک فیلسوف اروپایی میزنه، فیلسوف معروف، اینو من اینجا لازم شد بگم. هگل میدونه یه فیلسوف مهمیه، فیلسوف آلمانی. هگل به غرب خیلی باور داره، اصلا تاریخ فلسفه هم تاریخ فلسفه غرب میدونه، به شرق خیلی باور نداره، تقریبا خارج از تاریخ میدونه. با اینکه خوشبین به شرق نیست، مطلق شرق ها از جمله ایران، در یک سخنرانی یک حرفی زده، اینو کمتر بهش توجه شده، این حرف خیلی مهمه. در سخنرانی های هگل که چاپ شده، چند تا لکچر داشته سخنرانی، در اونجا گفته که برای نخستین بار معنویت از طریق ایران باستان وارد تاریخ شد، چون اون از نور صحبت کردن و ورود مسئله نور در تاریخ، این وارد شدن معنویت در تاریخ. این حرف هگله که اصلا با شرق میونی خوبی نداره و سهروردی از این فکر دفاع میکنه. اما حالا وقتی اینا رو میاد میگه، یک دفعه میرسه به قرآن کریم و میگه که اوج نورانیت الهی، تلالو کامل این نور در قرآن کریمه و تعلیمات قرآن کریم، که خداوند بیش از هر تعریف دیگری و بیش از هر عبارت دیگری، هیچ عبارت دیگری به کار نبرده، فرموده الله نور السماوات والارض مثل نوره تا آخر آیه کمشکات، فیها مصباح فی زجاجت زجاجه که انها کوکب دری یوغ تا آخر، که وقت هر لفظ اینا چه معانی داره. ابن سینا با اینکه فیلسوف و مفسر نبوده چند تا آیه رو تفسیر کرده،
از زیبایی به این آیه، این آیه نور تحت تأثیر این آیه قرار گرفته. عجیب. و همینجا من میخوام بگم ابن سینا اشراقی بوده، همچنین مشایی خالصش ندونید، حالا مشایی هم نوشته ولی تفسیر آیه نور نوشته ابن سینا. و غزالی با اینکه اشعری بوده و ضد فلسفه بوده، مشکات الانوار نوشته. این کتاب مشکات الانوار غزالی یک کتاب خوندنیه. من با کتاب دیگه‌اش کار ندارم، ولی کتاب مشکات الانوار، تمام اون کتاب در تفسیر آیه شریفه نوره، توجه فرمون. و سهروردی همون کتاب خونده بوده. و به هر صورت در یک کلمه من خلاصه کنم حرفم، فلسفه سهروردی فلسفه نوره و این حکمت نورانی رو سهروردی اوجش رو در قرآن کریم میبینه. بسیار. پس تا حالا حکمت یونانی را هم و حکمت ایرانی، اینا همه منابع حکمت هم. بله. اما هم طول فرمودید منشأ و مأخذ اصلیش همون قرآن کریم. بله. خداوند حکیم نورالانوار. بله. من به دیگه که معرفی میکنه حکیم، آها مثل این که یه بیان برنامه رو ببینیم استاد. ماه رویا جلوه کن در شام تو، تا سرگه بی تو اختر می شمارم. دست از من دامن از تو، دیده دل روشن از تو، رو مگردان بر نمی گردم من از تو. شب که یادت می شود بال و پر من، شعله بر می خیزد از خاکستر من. سایه این شور شیرین کم مبادا از سر من، سایه این شور شیرین کم مبادا از سر در بهار جلوه تو، ای خوشا شیدا شدن ها، گم شدن در خیشان گه پیش تو پیدا شدن ها. تا به که خواهی چنین حیران و سرگردان دلم را، سوی کوی روشنایی باز بر دلم. بسیار خوب. من شعر دیگری رو که معرفی میکنه حکمت عرفانیه. ایشون میفرماید از صوفیه و المجردون من الاسلامیین، یعنی داره تفکیک میکنه صوفیه اسلامی رو، یعنی صوفی که منشأ ارتزاقش قرآن کریمه، احادیث نورانی اهل بیت. اینا سلکو ترائق اهل الحکمه، اینا هم سلوک میکنن در طریق حکمت. و وصلو اله ینبوع نور، یعنی همه رو میاره باباره به این منبع اصلی که نور الانوار قرآن باشه
متصل میکنه. نکته جالب اینه که خودش هم در مقدمه حکمت الاشراق می نویسه که به عنوان حکمت امریه اون چیزی است که خلالی بدوخ فی خلی بدوخ فی آتی و مناتی معلوم بوده. و حالا این آدم با این سن کم با این سفرهای طولانی کی فرصت داشته این کتابا رو نوشته؟ هم تو راهی که میرفته میگوی منزل میکرده مینوشته. از همون آغاز جوانیشون از سهرورد که یک قریه است الان در زنجان، میدونین که سهرورد یک قریه است الان اطراف زنجان بین کردستان و بین زنجانه، که من رفتم اونجا و البته اون روستا رو دیدم که چه روستای قشنگی هم هست. متولد اونجاست و از اونجا در همون نوجوانی میره به مراغه. مراغه اون وقت یک شهر علمی بوده، مرکز علم بوده و مجدالدین جیلی که خودش یه حکیم، بیشتر یک متکلم بزرگه، حکیم هم هست، اما خود اون استاد هرگز به پای سهروردی نمیرسه. اونجا چندین سال پیش مجدالدین جیلی درس میخونه، اتفاقا در همون ایام فخرالدین رازی هم اونجا بود. یعنی سهروردی با امام فخرالدین رازی هم درس بودن و هم مباحثه در یه درس می نشستن. در واقع فخرالدین رازی از ری میره و سهروردی از زنجان، همه اطراف زنجان. اونجا مدت پیش مجدالدین جیلی درس میخونن هر دو و بعد سهروردی از مراغه میاد به اصفهان. چندین سال هم اصفهان بوده، چند سال کم، منطق میشه ساوی میخونه، شخصی به نام ساوی اونجا منطق میخونه و یه دوره منطق و حکمت میخونه. بعد دیگه سفر میکنه و سرانجام هم به حلب سوریه میرسه که در اونجا به شهادت میرسه، که داستان داره شهادتش در فرصتی که خواهم گفت که چرا شهید میشه و چرا میکشنش. خب این آدم در این سن کم و این درس هایی که خونده در مراغه و در اصفهان، در این دو شهر درس خونده و در این سفرها، خب اهل ریاضت و منازلات و مشاهدات بوده و واقعا به مقام یک نوع تجردی رسیده بوده و این مطالبی که خونده بوده و سینه به سینه یا از استادا فرا گرفته یا کتابهایی در دست داشته اینو بهش میرسیده و یعنی پاک بوده دیگه، دلش پاک بوده و اهل استدلال هم بوده. ولی شما در کتابها شما مطلب بدون استدلال نمیبینی، همه اون مطالبی رو که به مشاهده دریافت میکنه به قول خود حکمت ذوقی اونا رو به زبان استدلال بیان میکنه و معتقد از حکیمی که هم اهل ذوق و هم اهل استدلال باشه این قوی ترین حکیم. خب استاد، همطور که فرمودید خود شیخ سهروردی هم در وصیت نامه هم کتاب حکمت الاشراق توصیه میکنه که کسی یک اربعین نگرفته نباید این کتاب رو بخونه. همطوره، دقیقا اون توصیه هاییست که اهل بیت ما دارن راجع به تحصیل حکمت. که خود امام صادق فرمود که حکمت نوری است که فی قلوب المطهره، یعنی قلب پاک نباشه که نور حکمت رو نمی‌بینه. یا فرمود که گوشت نخورن، همیشه در حال گرسنگی باشن، پیرامون گناه نرن. یعنی چقدر درآمیخت این حکمت رو با اخلاق، با عرفان، اخلاق عملی، عرفان عملی. ولی آدم عجیبیه. دقیقاً همون تفسیر آیه کریمه قرآن است که یزکیهم و یعلمهم و یعلمهم الکتاب، یعنی بدون تزکیه به حکمت اشراق راه نیست. حالا حکمت بحثی و جدلی خوب میشه جدل کرد، میشه بحث کرد به هم از این که پاک باشنم، ولی مطالب عرفانی چون مطالب اشراقی، مطالب نورانیه، تا کسی پاک نباشه، تزکیه نشده باشه قلبش از هوس ها، از اوهام، از خیالات بی حد، بی خود، این درست نمیتونه به معدای مطلب برسه. خود شیخ اهل تزکیه بوده و چقدر با قرآن معنوس بوده. در هم وصیت نامه‌ای که شما علیک به قرآن کردی یک حرفی میزنه که خیلی حرف عجیبیه. حالا اینکه غیر از اینکه مرتب قرآنیشون میخونده و یه تسلط عجیب به آیات کریمه قرآن داره، یک توصیه داره که این اصلا شنیدنی و فکر کردنی است. توصیه میکنه به مخاطبان خودش که شما قرآن رو وقتی قرآن میخوانید به گونه قرآن بخوانید که فکر کنید که فقط شما این قرآن برای شما نازل شده. یعنی چی؟ خیلی عجب. این خیلی من یعنی چه؟ یعنی
تو فکر کن که برای تو نازل شده، یعنی تو موظفی و تو باید با دقت بخون، نه اینکه یه مفاهیم عامه نیست اینا، شما مخاطبی و شما باید لحظه به لحظه جمله جمله در اینا دقت بکنی و تحقق ببخشی در خودت مفاهیم قرآن رو. معنیش اینه، خیلی توصیه عجیبیه و خودش اینجوری بوده، خودش رو آیات خیلی تأمل میکرده. بله. یک نکته ظریفی من دیدم تو حکمت الاشراق، ربط حکمت به نوره. بله. ایشون هم همین آیه که حضرت علی تلاوت فرمودید، الله نور السماوات والارض، که ساحت انتخاب نوریه ایشون به قرآن نزدیکتر تا وجود ملا صدرا. یکی هم همون حدیث الحکمت و ظلت المؤمن، الحکمت و نورون نورون فی قلوب المطهره، میگه حکمت یک عطیه الهیه، قلب که پاک باشه اینو تبدیل به نور، همینطور تبدیل حکمت به نور خیلی و غذای قلب هم اینه. همینطور جناب مولوی هم زیبا میگه، میگه بسته شیر زمینی چون حبوب، جو فتام خیش از گوتل قلوب، نور حکمت خور که شد نور ستیر، ای تو نور بی حجب را ناپذیر، تا پذیرا گردی جان نور را، تا ببینی بی حجب مستور را، گر خوری یک ذره از معکول نور، خاک ریزی بر سر نان تنور. زین خورشت ها اندک اندک باز بر، که این خوراک خر بود نی نان هر، تا غذای عصر را قابل شوی، لقمه های نور را آکل شوی. این دیگه چه درفشانی میکنه؟ حکمت نوریست دیگه. بله. اما حکمت نوریه. بله. بله. این حکمت نوری خوب تر عرفا و تو ارباب معرفت هست دیگه، و سهروردی منتش قهرمان فلسفه نوره، منتش اینو مستدل کرده سهروردی اینا رو. اصلا من قهرمان عرفان هم هست ایشون. بله. عرفان همین اشراقی قرآنی، قرآنی. بله بله، خیلی عجیب. بله واقعا. بله. خیلی کار کرده ایش. حالا با این سن کم، اگر این شیخ بزرگوار سهروردی عزیز که حد اکثر 38 سالش بوده و به 36 سالم گفتن، اگر 70-80 سال عمر میکرد با یک فراغتی، ما حالا خیلی حرفا داشتیم. متاسفانه اجل مهلت نداد و ظلم روزگار و بدخواهان همین و که داریم خوب استفاده نمیکنیم، و همین هم که حالا هست ما خوب استفاده نمیکنیم، و بدخواهان و متعصبان و کسانی که دارای جمود فکری بودن کمر به قتلش بستند و رو به شهادت رساند، و نه فجیع، خیلی بد. بله بله بله، بسیار خوب. نکته که حالا میشه اینجا مطرح کرد، نتیجه گیری که با این تعریفی که این بزرگوار از حکمت کرد و حتی فلسفه فیلسوفان رو هم بهرمند از حکمت دانست، حالا حکمت بحثی و حکمت زو، با این تعریف میشه نزد یک فیلسوف غربی از ما حکمت رو ببینیم؟ والا خیلی سوال خوبی کردی. اصلا اینکه حالا حکمت اشراق، ببین سهروردی یک حکیم اشراقی است بدون تردید. در غرب هم بعضی فیلسوفان اشراقی دانستن، مثلا بکسون اخیرا میگن حکیم فیلسوف اشراقی بوده، حتی سقراط افلاطون میگن حکیم اشراقی، فلوتینو و فلوتینو. الان من تردید دارم که آیا اشراقی بودن سهروردی با اشراقی بودن سقراط یا افلاطون از یه سنخه یا دو سنخه. من یک سنخ نمیدونم. احسان، همین نکته رو خواهیم. و اگر اونجا یک سنخ نمیدونم، به طریق اولا مثلا بین شخص برکسون که این یک فیلسوف اشراقیش میدونن معاصر بوده، برکسون فرانسوی. بله. یهودی تبار فرانسوی، اینا میگن حکیمش. اصلا فرسنگ ها فاصله داره اشراقی بودن او با اشراقی بودن سهروردی، اونا میگن اشراقی، این هم میگن اشراقی، ولی خیلی فرق داره. ببین اشراقی بودن سهروردی معنی خاص ویژه داره که حتی با اونچه که سقراط میگفت تفاوت داره، حتی با اونچه که افلاطون میگفت تفاوت داره. درسته که سهروردی برای افلاطون و سقراط احترام قائله، ولی اشراقی بودن سهروردی با اشراقی بودن اونها یه تفاوتهایی داره که شاید اگه در حالا وقت باشه در جلسه دیگه من تفاوتاش عرض کنم که چه تفاوتی بین اشراقی بودن سهروردی و اشراقی بودن افلاطون هست. یقینا افلاطون یه حکیم اشراقی شناخته شده در مقابل ارسطو. ارسطو هیچ اشراقی نیست، مشائیه تمام عیار، اصلا مشائیه، ولی استادش که افلاطون باشه اشراقیه. اما به همون معنی که سهروردی اشراقیه یا افلاطون اشراقیه، یه تفاوتی هست. من تفاوت میبینم یه قدری. بله، من تفاوتشو در جلسه دیگه شاید یا اگه وقتی بود
صحبت میکنن که به همین معنا میشه اون شهودی که اونها مطرح میکنن بله به عنوان تجربه عرفانی هم بله. تفاوت ماهوی داشته بله خیلی چون الان هم این روزا از تجربه عرفانی خیلی صحبت میشه ولی این تجربه های عرفانی به خصوص در فلسفه های جدید که از تجربه دینی صحبت میکنن اینا معلومه چه آره به خصوص در غرب فیلسوفان جدید غرب میگن از تجربه دینی اصلا معلوم نیست منظور اینا از تجربه دینی چیه اصلا با اشراقی که سهروردی میگه از زمین تا آسمون تفاوت داره عرض کردم سهروردی اشراقش بدون برهان نیست اگه شما در تمام کتاب‌های سهروردی یک صحبت بدون برهان پیدا کرده و آخر شما درست برهانش هم بدون اشراق نیست برهانش هم بدون اشراق نیست این خیلی حرفه این کمتر کسی این قدرت داره ولی شما حالا حرفای بکسون نگاه کن روح نداره حداقلش وقت میاد توی تجربیات حسی که اصلا اعتبارش معلوم چقدر زیاده اصلا خیلی فاصله هست ما این اشراقی بودن سهروردی رو باید معنی کنیم که به چه معنی اشراقه بله بسیار خوب خب به جای خوبی رسیدیم باز عقد برنامه تمام شد یک جنبندی باز من یه دقیقی بکنم خدمت عزیزان پس نتیجه تا اینجا این شد که حکمت از دیدگاه حکیم سهروردی عبارت است اون دریافت باطنی که با نورانیت همراه است و در این جلسه هم منشأ نورانیتش هم استاد به زیبایی فرمودن که الله نور السماوات والارض حقیقتا هم همینه حالا ما به رسائلش هم بپردازیم اونجا عمیقا اینقدر شگفتی آفرینی میکنه واقعا خیلی عجیبه لایه های از نور رو در قرآن میبینه که من کمتر دیدم در آثار مفسرین به این معنا این سپهر حکمت را ملکوتی میبینه و هر کسی از حکمت بهره داره به هر حال در سایه طهارت خودش استعداد وجودی خودش چه حالا حکیم یونانی باشه چه فارسی باشه چه عارف باشه چه یه انسان معمولی هم باشه حتی یه جاهایی داره اون در لغت موران به این نکته اشاره میکنه انشاءالله میپرسیم بهش خواستگاه اصلی حکمتش هم قرآن کریم آثار اهل بیت که امروز هم بحث شد که در سایه طهارت این حکمت اعطایی تبدیل به نور در قلب میشه که غذای حقیقی جان آدمی است با این تعریف ما نمیتونیم در هیچ مکتب یا نهله غربی به این معنا ما اشراق رو داشته باشیم یا حتی شهود رو هم داشته باشیم حتی به تعبیر رساتر عرفان رو عرفانه خب و چیزی هم که فرمودن باید در سایه طهارت نفس تزکیه اربعین گرفتن گرسنه بودن ریاضت کشیدن انسان توفیق پیدا کنه که این حکمت رو خداوند بهش عنایت بکنه امیدواریم خداوند این توفیق رو روزی ما هم بکنه دل بریان شده ام حاصل عرفان من است ارمغانی است که از جانب جانان من است بس که در کوره عشقش به فغان آمده ام مشت من سینه من چکش و سندان من است تا دیداری دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته